بالا گرفتن درگیری و دعوای دو کشور آذربایجان و ایران از یه خانم آقای شروع شد که زنه ول کرد رفت. آقا هم با اسلحه اومد داخل سفارت آذربایجان. هر چی گفتن آقا تو زنت به ما چه؟ گفت من این حرفا نمیفهمم. زارت زد آدم کش. حالا آذربایجان هم گفت ما نمیخوایم. سفیر ایران و ساکش زدن زیر بغلش گفتن برو. حالا الانم دارن شخشونه نظامی میکشن. الان سوال اینه که دو کشور چه برتری نظامی نسبت به هم دارن؟ اول از همه بگم که نیروی هوایی ایران بعد از تحریم‌های شدید بسیار فرسوده است. در مقابل نیروی هوایی آذربایجان به لطف ترکیه و اسرائیل یکم مدرن‌تره. ایران اکثر هواپیمای جدیدش روسیه و آذربایجان آمریکاییه. البته در مقابل ایران پهپادهای خیلی قدرتمندی داره که همرده آمریکاست. اما در بخش نیروی زمینی ایران به مراتب از نیروی نظامی بیشتری بهره می‌بره. ادوات نظامیشون هم تا حدود قوی‌تره و از تانک و خودروهای زرهی بهتری برخورداره. در بحث دریایی اطلاعات خاصی در دسترس نیست، ولی ایران میتونه از نیروی دریایی کشورهای متحد مثل روسیه بهره ببره. مهمترین بخش موشکیه. این چند سال ایران یه جوری ثابت کرد که توان موشکی قوی داره. موشکای بالستیک دوربرد و کوتاه‌برد تعدادشون هم کم نیست. میتونه با تعداد موشکی که داره چند بار آذربایجان رو شخ بزنه. ما طرفداری نمی‌کنیم، ما اینا رو واقعیت میگم. ان شاء الله هم چه اتفاقاتی نیفته. ولی خب بالاخره توان نظامی در مقابل پدافند آذربایجان هم قدیمیه. توان مقابل رو واقعا نداره، چون موشکای ایران اکثرا سوپرسونیک یا بالستیک هستن. در مقابل اما ایران باور 373 رو داره که قدرتمندن، اما لب مرز آذربایجان نیستن. البته توان موشکی آذربایجان هم کم نیست. اونا موشکای هایپرسونیک لورای اسرائیلی رو دارن که چون قابل حمله رهگیریش کار ساده ای نیست. البته برد این موشک 430 کیلومتره و نهایتا شمال ایران رو درگیر میکنه، ولی یه برتری بزرگی داره و اونم امکان هدایت ماهواره‌ای که موشک رو دقیق تر میکنه. موشکی که گفته میشه به مراتب از موشکای ایرانی قوی تره. به علاوه آذربایجان موشکای مثل اکسترا و پی آر جی رو داره که در تعداد بالا میتونه پدافند ایران رو گمراه کنه و به خاک ایران برسه. ولی من که میگم خدا کنه هیچ وقت جنگ نشه، ما دیگه واقعا تحمل این یکی رو نداریم بعد از این همه مدت. تو چی میگی؟ شاید در نگاه اول جنگ ایران و عراق پر بود از F-14 و F-4 و میراج و میگ و بیگ و سیخ و اینا، ولی در کنار تمام این سلاح‌های پیشرفته و جدید یه سری سلاح‌های دیگه هم بودن که کمتر ازشون گفته شد. مثلا اوایل جنگ سلاح‌هایی که اکثر ایرانی ازش استفاده می‌کردن مثل جنگ جهانی دوم بود. والله چون هنوز خریدهای جدید شاه نرسیده بودن ایران، مجبور بود برای دفاع از لوازم قدیمی استفاده کنه. مثلا شاتگان M-97 که واسه ارتش آمریکا تو جنگ جهانی دوم بود، تیربار M3 اینم احتمالاً از ارتش آمریکا جا مونده بود، یا تانکای M36 جکسون استفاده میکرد که تو جنگ جهانی دوم ازش استفاده میشد، یا اصلا میدونست عراق داشته بمب اتم میساخته که کار ایران رو یه سره کنه. بله اگه اسرائیل راکتور عراق رو وسط مسئله جنگ نمیزد، عراق با یه بمب میخواست ایران نابود کنه. هر چند علکی میگفت من صلحا میزم، همه عراق کلی بمب شیمیایی انداخت رو سر مردم بیچاره که کاملا غیر معمول بود. اینا رو بهمون نگفته بودن. 90% سلاح‌های عراق رو شوروی تامین می‌کرد. بعدن آمریکا و فرانسه اومدن کمکش. تا آخر جنگ آمریکا تو یه هواپیما به عراق نداد. تمام سلاح‌هایی هم که عراق استفاده کرد باقی مونده سلاح‌هایی بود که از جنگ بین اعراب با اسرائیل رو دستشون باد کرده بود. یعنی از سال 1973 که اعراب تو جنگ با اسرائیل شکست خوردن، همونا رو براشون آوردن تو جنگ با ایران. اینم نگفتن که ارتش عراق متشکل از عراقی‌ها، انواع اعراب از جمله کویت، فلسطین، مصر، عربستان، سوریه، لبنان، هر کشور عربی که فکرشو کنی بود. خیلی چیزا هست که در مورد جنگ ایران و عراق نمیدونن و نگفتن. به نظرتون اگر عراق پیروز میشد چه اتفاقی واسه ما میافتاد؟ فقط یه کوه در دنیا هست که میتونه ایدز و سرطان رو درمان کنه و اونم توی ایرانه. والا اسم این کوه پردیسه. پردیس خانم یه کوه باستانی هستن تو بوشه نزدیکی جمینا. مهراجم نه. معتقدن که این نزدیکترین نقطه زمین به خورشیده. البته اگه خورشید پشتش به زمین نباشه. از اونجایی که خاصیت آهنربایی بالایی داره، اگه 100 متری کوه توقف کنی بعد تندرستی بخوابونی میگه الله اکبر ماشین داره میره سمت کوه. اتفاقا میگن این جاذبه یه وقت واسه تصادف هم میشه. از این پردیسای پریود عصبیه. خلاص که ایشون خاصیت ضد ایدز هم دارن، یعنی تو این گرما ایدز تلف میشه. با این حال ما ایرانی تو همین گرما چای میخوریم مثل دلستر. البته ما که نمیگیم، ولی تو اینترنت نوشته محققین بیکار بریتانیایی اومدن آمار این کوه در آوردن و گفتن این ضد ایدزه. گفتن بیماراتون رو بزنین پای کوه، چاره میخشون کنین که فرار نکنن، 18 ماه باشه خوب میشن. شاید به خاطر میدان مغناطیسی قوی اطراف کوه که اینو میگن. از دیگر خواص این کوه پوشش گیاهی متفاوتشه،
یه خار حوالی این کوه هست که خواص دارویی خیلی زیادی داره، حتی عسلی داره که توسط کارخانه بزرگ داروسازی در دنیا پیش خرید میشه. این عسل واسه ناراحتی اعصاب استفاده میشه، مفیده. حالا الان از فردا ملت میرزن پای این کوه بدبخت تا خار مادرش شوهر ندن ول نمیکنن. آدرسم سر راسته، جاده فیروزآباد به عسلویه. حالا نظر شما چیه؟ آیا این کوه از عجایب دنیاست؟ آیا واقعا ایدز رو درمان میکنه؟ این خانم جذاب کسی که تونسته کره شمالی فرار کنه و حالا چیزایی از کره میگه که پرچی به آدم نمیمونه. خانم پارک یونومی میگه من تو کره شمالی اصلا نقشه دنیا رو ندیده بودم، نمیدونستم مال کجام. مردم همیشه گرسنه‌ن. چرا؟ چون رهبرشون معتقد مردم باید گرسنه باشن تا بشه بهشون حکومت کرد. دقیقاً عین همین رو آقای کیم هم می‌نویسه که غذا پیدا نمی‌کنه و حتی پدرش در دهه 1990 بر سر گرسنگی می‌میره. مادر و خواهرش هم به چین فرار میکنن ولی اونجا معلوم نیست چطوری زندگی میکردن. بی ناموسی موج میزنه. سونگمی یکی دیگه از فراریاست. میگه تو کره تحصیل رایگانه ولی خانواده ها به معلم ها رشوه میدن. میگفت زمانی که قبل از شایوع کرونا محصولات کشاورزا بر اثر خشکسالی از بین رفت، دولت انتظار داشت که کشاورز باید محصولش رو سالم حتما تحویل بده، یه جوری که برای خودشون چیزی نموند. میرفتن مراتع اطراف علف میخوردن. کارگرای معادن که وضعشون بدتر هم بود، چون کارگرا رو پول نمیدادن که جلو واسه امورات زندگیشون شبانه میزدن به معدن تا سنگ بدوزدن. او میگه ممکن بود با دیدن یه فیلم کره ساده تا 3 سال بری زندان و اگه پخش کننده فیلم باشی که اعدام رو شاخشه. جونگ میوو افسر فراری ارتش کره شمالی میگه با ارزش تر از لباس نظامی تو کره نداریم. هر دست این لباس حدود 40,000 وون کره است که به دلار میشه 5 دلار. ملت واسه دوزیدن این لباس هر کاری میکنن. کیم هونگ جی یکی دیگه از فراری‌ها میگه تو بچگی زمین خوردم و پام شکست، اما دولت حتی به من کوچکترین توجهی نکرد و خودم مجبور شدم برای خودم اسا درست کنم. کلا دولت هیچ کمکی به هیچ کس نمیکنه جز نظامیاش. با کواسون میگه هر کی میخواد از کره شمالی فرار کنه دو راه بیشتر نداره، یا از رودخونه خروشان شمال بره چین که احتمال غرق شدنش 90%، یا از مرز کره جنوبی و شمالی با کلی سرباز فرار کنه. اما قبل از این دو فرار باید مدتی رو بره تو دل کوه‌ها زندگی کنه تنها تا کلا دولت ازش بی خبر بشه. اینم جالبه بدونید که دلالا اگه بخوان کره‌ای‌ها رو از مرز قاچاق رد کنن حدود 17,000 دلار ازشون پول میگیرن. من بودم چرا کره شمالی اجازه نمیده مردم کشورشون برن بیرون؟ چیو مخفی کردن؟ این پایین بنویسید.